امروز 9 سپتامبر برابر با 18 شهریور در استکهلم نمایشگاهی برپا شده جانباختگان دهه 60 که این نمایشگاه ادغامی از جانباختگان دهه 60 و 1401 و کلن 88 یعنی از مجموعی از جانباختگانی هست و برای هر میزهایی به پا شده که در میزها یادگارهایی که از جانباختگان به جا مونده هست من با یکی از افراد در واقع گرداننده و که خودش هم از خانواده جانباختگان هست برای مدائن صحبت میکنم تا هدفش رو از تشکیل این نمایشگاه و میزی رو که چیده برای من توضیح بده. سلام فرح. من سلام خدمتتون عرض کنم، خیلی ممنونم. این نمایشگاه، من از خانواده دادخواه دهه 60 هستم. توی این نمایشگاه هدف این بوده که تمام دادخواه بیش از 4 دهه جنایات جمهوری اسلامی دور هم جمع بشن و یادگاری هایی که از عزیزانشون دارن در اینجا به نمایش بذارن که شامل همه چی میشد، چه از شناسنامه هاشون، کارتای شناسایی، روزنامه ها، لباس و لوازم شخصیشون. منم یادگاری از برادران داشتم، متاسفانه خواهرم چیزی نداشتم آوردم در این نمایشگاه گذاشتم. یکیش روزنامه دهه 60 که اسم برادر من متاسفانه جزء اعدامی های دهه 60 ساعت برادر آوردم و این میز هست و همینطور وصیت‌نامه در مورد این میز عکس هایی که هست وسایلی که هست یه مقدار توضیح بده. این عکس خانوادگی ماست که سالش از هممون با هم رفتیم، آخر مسافرت بود دیگه، بعد از اون اعدامشون شد و متاسفانه یکی یکی از خانواده ما کم شدن. این عکس از برادران لقمان و داوود و مبشر و لیلا که این ساعت از داوود و یادگاری داوود مونده. این لباس هایی که اینجا میبینیم از مبشر ایشون داوود هستن و وصیت‌نامه لقمان هم اینجاست. این هم روزنامه دهه 60 که 42 سال من دارمش و اسم برادر من جز تیربارونی های دهه 60 که 54 تن در یه روز توی این صفحه نشون داده شده که اعدام شدن. هدفتون از برگزاری کلن این نمایشگاه چی بوده؟ میخواییم ثابت بکنیم که ما واقعا نه فراموش میکنیم نه میبخشیم و بقیه کسایی که بیتفاوتن یا این که میترسن بیان هر چیزی که از عزیزانشون مونده بیان در موردش صحبت کنن، به نمایش بذارن. این باعث بشه که حکومت جمهوری اسلامی بفهمه که مردم ایران نه فراموش میکنن نه میبخشن، ما دنبال دادخواهی هستیم. پدرم در خیزش زن زندگی آزادی از فعالین اعتراضات بود و از همون روزهای نخست اعتراضات پدرم فعالیت داشت تو سنندج و تاریخ 13 اکتبر پدرم و ماموران وزارت اطلاعات می دزدن، دستگیر می کنن و 8 روز بعدش زیر شکنجه ایشون رو میکشن و حتی ایشون رو به قتل میرسونن و حتی پیکر بی جانش رو به خانواده ما پس نمیدن. خودشون شبانه پدرم رو بدون حضور کسی در آرامستانی دفن میکنن و و به سالگرد قتل عمد مهسا نزدیک داریم میشیم، چه انتظاری از مردم داریم؟ من شخصا
انتظار دارم که یاد و نام عزیزان جانباخته رو فراموش نکنن، یاد و نام و راهشون رو گرامی بدارن و راهشون رو ادامه بدن و این رژیم تا سرنگون نشه، عزیزان خانواده های دیگر رو داغدار میکنه. ما اینجا هستیم تا ظلم و جنایت جمهوری اسلامی رو به نمایش بذاریم، تا ما عزیزانمون رو از دست دادیم. این عکسایی که شما میبینین، این قاب عکسایی که شما میبینین، یا این اعدادی که تو آبان 1500 نفر کشته شده، یا تو زن زندگی آزادی بیش از 600 نفر کشته شده، اینا فقط عدد نیستن، اینا جونهایی هم که از دست دادیم. همین جونها بعد خودشون ده ها نفر رو داغدار کردن. ما همین امروز تو این نمایشگاه این عکس‌ها رو می‌بینیم، ما یه بار مردیم و زنده شدیم. ما تا آخر عمرمون هر روز می‌میریم و زنده میشیم. خوش به حال عزیزانمون که رفتن، چون ما هر بار می‌میریم. و انتظار من اینه که یاد و نام و خاطره عزیزانمون رو فراموش نکنن و رهروشون باشند. مرسی از حضورت در این گفتگو. با مطمئن باش رامتین جان، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و مطمئن باش نمیذاریم اینهای ما بکنیم. نمایشگاه مجموعی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی ۱۴۰۱ همراز با یکی از خانواده های اعضای خانواده جانباخته هواپیمای اوکراینی صحبت میکنیم تا ببینیم هدفش از برگزاری اصلا این نمایشگاه چی بوده و به چه مناسبت مثلا چه چیزی رو دونسته این که بیاد با بچه های دهه ۶۰ که جان عزیزشون از دست دادن همراه باشه. سلام، خوش اومدید. هدفت از برگزاری نمایشگاه رو اول به من بگو و اینکه چطوری پذیرفتی اینکه با افرادی که دهه ۶۰ عزیزانشون رو از دست دادن در کنار اونها این نمایشگاه رو سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. من عظمت هستم، خواهرم غنیمت شد در پرواز PS752 از دست دادم. غنیمت و تمام مسافران اون هواپیما قربانی یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی شدند. این تنها یک گوشه از جنایت‌های جمهوری اسلامیه و امروز اینجا وقتی که من بین این عکس‌ها بودم، دیدم که واقعاً در طول این 45 سال چه کشتارهایی که انجام نشده، چه جنایت‌هایی که صورت نگرفته. اینها تازه کسایی هستن که به قتل رسیدن، کشته شدن، کسانی که الان تو زندان‌ها هستن، کسانی که اعدام شدن، کسانی که بهشون تجاوز شد، شکنجه شدن، اونها هم قربانی جمهوری اسلامی هستند. ما امروز اینجا جمع شدیم، این نمایشگاه رو برگزار کردیم. از تمام خانواده های از دهه 60 گرفته، اعدامیان دهه 60 گرفته تا انقلاب اخیر مهسا که در اون هم بیش از 500 نفر کشته شدن، 500-600 نفر کشته شدن و اینجا دیدیم که تعداد چقدر زیاده. هدف از برگزاری این نمایشگاه اینه که نشون بدیم که این اتفاق، این فاجعه، این مصیبت برای هر کسی میتونه بیفته تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و هیچ کس از جنایت‌های جمهوری اسلامی در امان نیست. امیدوارم که روزی در ایران آزاد، در نمایشگاهی، در اول که در دادگاهی بی‌طرف و منصفانه جنایتکارها محاکمه بشن و موزه‌ای داشته باشیم در خود ایران که این وسایل رو اونجا به نمایش بگذاریم، همون جور که هنوز از هولوکاست گفته میشه، از جنایت‌های آرژانتین و کره و جنایت‌های دیگه سراسر دنیا گفته میشه. جنایت‌های جمهوری اسلامی باید در تاریخ ثبت بشه، هرگز فراموش نشه که ما چه بر ما گذشته و چه جان‌های عزیزی از ما گرفته شده. امیدوارم که این فاجعه برای هیچ کس دیگه اتفاق نیفته و ما آخرین قربانیان این جنایت‌ها باشیم. با کشته شدگان دهه ۶۰ باختگان در واقع دهه ۶۰ همراه شدیم. علت این همراهی و چه چیزی؟ دو تا علت داره. یکی این که اول که
نشون بدیم که جز با اتحاد دادخواهان، نه تنها دادخواهان، همه مردم ایران باید به این نتیجه برسن که دشمنشون جز جمهوری اسلامی نیست. ما باید در کنار هم باشیم تا پیروز بشیم. غیر از این امکان پذیر نخواهد بود. و دیگه این که احترامی که برای خانواده های قربانیان دهه 60 قائلیم، که اینها بعد از تمام این سالها هنوز دست از مبارزه بر نداشتن، خسته نشدن، ایستادگی کردن، به امید اجرای عدالت ایستادن. و متاسفم که بسیاری از مادران خاوران، مادران دادخواه، عدالت رو ندیدن و از این دنیا رفتن. امیدوارم هممون عدالت رو ببینیم و بعد از این دنیا بریم. زن زندگی آزادی، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. تشکر.